مشکلات جدی وجود داره در افغانستان، در تعیینات مثلا شکایتی که خیلی از دوستان دارن که دوباره همان اندیوال ساراری و به اصطلاح دوست و رفیقا رو در مناسب تعیین کردن از طرف بعضی از مسئولین، این یک از مشکلات جدی است که باید در موردش فکر جدی صورت بگیرد. انسانهای مخلص زیادی وجود دارند در داخل افغانستان که فعلا به شکلی از اشکال حاشیه رانده شدند، کنار زده شدند، و اشخاص منافقی که یعنی از هر فرصت استفاده می کنند به خاطر رسیدن به نان و نوایی، امروز متاسفانه دارن جا می گیرند، برای خودشان جای باز می کنند در حکومت، و اینها اولین کسانی هستند که در شدائد و در سختی ها شما را رها می کنند، حکومت را رها می کنند و به دنبال کسی دیگری خواهند رفت که برای به نان و نوایی برسند. خیلی از اشتباهاتی که حکومت سابق انجام داد، امارات اسلامی نباید این اشتباهات را انجام بدهد. رشوت، فساد اداری، زورگویی، اذیت کردن مردم، تجاوز به حریم خصوصی، عدم تطبیق شریعت که مهمترین قضیه است، کار کردن در زمینه اعتقادی خیلی مهم هست در یک جامعه، امنیت فکری در یک جامعه خیلی مهم هست، و طبقه محرومی که در چه در زمان جمهوریت محروم بودند، چه در فعلا محروم هستند، به اونها توجه نکردند، تجملگرایی و آزادی مطلقی که به بعضی از افکار منحرف و گمراه کننده مثل صوفیای خرافی و شرکی که هستند به اونها دادن، اینا همه مسائلی است که میتواند یک جامعه را به سوی انحلال و انحطاط بکشاند. و مشکل بزرگ دیگری که تا هنوز حل نشدن قضیه مدارس دختران است که این موضوع باید به شکل جدی بررسی شود. یعنی تا هنوز ملت جواب قانع کننده ای از امارات اسلامی نگرفتن که آیا مکاتب دختران باز می شود، همینطور بسته خواهد ماند، 3 سال از عمر دختران این مملکت به سراب به باد فنا رفته است، چه فکر میکنند در این مورد؟ یک جواب قانع کننده تا هنوز مردم دریافت نکردن. و این یکی از، خیلی مختصر خدمت شما عرض بکنم، یکی از مشکلات بزرگی که فعلا ایجاد کرده است بستن این مدارس دخترانه، که امروز مؤسسات تبشیری و نصرانی و مؤسسات رافضی به صدها هزاران درس های آنلاین در سطوح مختلف برای طبقه اوناس، برای دختران افغان تهیه کردن، اجرا دارن میکنن، که نتیجه آن بعد از 3-4 سال یک نسلی از زنان و دختران بیدین، رافضی یا مسیحی، نصرانی و ملحد در افغانستان خواهد بود که جوابگوی این و مسئول این مسئولین امارات اسلامی خواهند بود که این رو باید جدی بگیرن. همچنین نظام حکم در افغانستان، نظام حکومت در افغانستان هنوز واضح و آشکار نیست. مردم، خیلی از علما و حتی ملت خودشان رو در این حکومت نمی بینن، فکر میکنن عده ای آمدن و به زور و سلطه و دیکتاتوری دارن به مردم، به شکل دیکتاتوری دینی دارن به مردم حکومت میکنن، که این موضوع رو باید در موردش حکومت فکر بکنه. بس است، یعنی 1 سال گفتیم، 2 سال شد، 3 سال شد، باید تا کی وزیر موقت، وزیر سرپرست، حکومت سرپرست به یک نقطه پایانی باید به این سردرگمی و حرج و مرج بگذاریم.